نگاه خیره یک پسر جوان افغان در ورودی نمایشگاه در دهلی نو پایتخت هند توجه شما را در ابتدا به آثار هنری اینجا جلب می کند. این هنر نقاشی نمایشگاه توسط پناهجویان رسامی شده است که وطنشان را از ترس و جنگ تر کردن. این نمایشگاه به نام خاطرات سرزمین من است. رنگ سرخ نمادی از مرگ و خون است. اکثر زنان با مرور زمان در هنگام مخالفت با حجاب زندگی خود را از دست دادند. اکنون حجاب را باید به زور بپوشند که این هنر مختلط رنگ این را بیان می کند. در زیر یک پوستر نوشته شده هیچ کس خانه خود را ترک نمی کند مگر اینکه خانهش در دهان کوسه ماهی باشد. این نمایشگاه توسط کمپ مهاجرین یک پروژه پناهندگی که مربوط مرکز حقوق پناهجویی در دهلی نو است سازماندهی شده است. این مرکز مساعدت حقوقی به پناهجویان متقاضی پناهندگی فراهم می کند. روی دیوار مقابل دروازه ورودی تصویر از درب ورودی یک کالج است که نوشته شده است شجاعت پنهان. این تصویر زن را در پوشش حجاب سرخ رنگ نشان می دهد که از بریده های روزنامه و قلم های رنگی ساخته شده است. افکارم مرا به خاطراتم با مادرم، با دوستانم و یا ممکن جایی که به دنیا آمدیم برمیگرداند. این خاطرات است که به نوعی در آثارم دیده می شود و همین خاطرات مرا با زمان حال وصل می کند. من می گویم که این همان خاطرات است که وضعیت وطنم را در زندگی فعلی و مکان جدیدم با افراد و ماحولم شریک می سازد. زهره رضایی در سال 2007 به هند آمد. چون زندگی زنان تحت سلطه طالبان به طور فزاینده دشوار شده بود، وی در رشته هنرهای زیبا با مصارف شخصی در دهلی تحصیل کرد. کار هنریش الهام بخش زندگی یک متعلم مهاجر بود که توان خرید رنگ‌ها و قرطاسیه را نداشت. من کشورم را به وسیله هنرم به تصویر می کشم. مردم در خارج به دلیل این که آنچه اخبار منفی را می بینند تصور دارند، اما من ابعاد مثبت و منفی آن را نشان می دهم و فرهنگ افغانستان و مردمش را نقاشی می کنم. نقاشی مرسل محمدی تصاویر از یک رشته پرسش هاست که می پرسد چگونه می توان عشق را ترک کرد. مرسل تلاش دارد تا زیبایی، انعطاف پذیری و موفقیت زنان افغان را در موضوعاتی که به هویت آنها تعلق دارد به نمایش بگذارد. خب هنر روشی است که میتوانید آزاد باشید و همان طور که هستید خود را بیان کنید. این نمایشگاه همچنان مجموعه از گودیا و تزیینات است که مهاجرین افغان در هند با دست ساخته و تحت نام تجاری شرکت سیلایوالی که به معنی زنانی که بخیه می زنن را نشان می دهد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.